همراه هستیم با ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن. درباره همین هشدارهایی که به دستگاه‌های قضایی، نهادهای حکومتی، فعالان صنفی و معلمان و کانون صنفی معلمان دادن و نگرانی‌هایی که درباره سلامتی این دو معلم زندانی وجود داره بیشتر به ما توضیح بدید. بله، با درود به شما و بینندگان عزیز. ببینید، این آقای رهنما و آقای غلامرضا غلامی خوندازی دو تا از محبوب ترین معلمان استان فارس بودند، شیراز بودند و مثل بقیه معلمان که معترض بودند به خواسته ها و مطالبات خودشون، اینا در یه تجمع شرکت میکنن و بدون هیچ دلیلی به اینها حکمای ناعادلانه داده میشه که ایرج رهنما 5 سال و آقای کندوزی 11 ساله و عملا این نقض قوانین خود جمهوری اسلامی. خب اینا در همین رابطه اومدن اعتصاب قضا کردن، گفتن اگر قرار شما دستگیر بکنید اون چند هزار نفری که توی تجمع برای خواسته و مطالباتشون شرکت کرده بودن باید همه رو دستگیر بکنید. تقریبا بیش از 3000 نفر تا 10000 نفر در تجمعات شیراز شرکت داشتن و اینا در حقیقت در مرحله اول اصلا تبرئه شده بودن و رفته بودن که به هر صورت اجازه بگیرن برای مجمع عمومی انجمن صنفی استان فارس. خب همونجا دستگیرشون میکنن. اینها به این دلیل به اعتصاب قضا دست دادن و مسلماً سن بالایی دارن، بخصوص آقای رهنما فشار خونش بسیار بالاست و این اعتصاب قضا براشون خطرناکه در این سن و مسئولان زندان باید بدانن که اینا باید سریع به خواسته ها و مطالبات اینا رسیدگی بکنن و آزاد بکنن. متاسفانه تا کنون 9 روز گذشته اینا حالشون هم اصلا خوب نیست و مجبورن به خاطر غیرقانونی زندانی شدنشون اعتصاب قضا کنن و من به نظرم این مسئله مهمیه که کل معلمان و کل معلمان ایران، نه تنها فقط شیراز، استان شیراز، نگران حال این عزیزان هستن. نکته قابل توجهی که در بیانیه کانون صنفی معلمان به اون اشاره شده بود، شما هم بهش پرداختید، همین قانون گریزی جمهوری اسلامی به معنی نقض قوانین قضایی خود این ساختار هستش. چرا در برخورد با معلمان و فرهنگیان هم احکام ناعادلانه اجرا میشه و چنین برخوردی رو شاهد هستیم؟ بله، ببینید، معلمان به عنوان بخش بزرگی از باید بگیم جامعه‌ای که متشکل هم هستن با 16 میلیون دانش آموز که آینده سازان این جامعه هستن و قرار این دانش آموزان آینده ایران را رقم بزنن، با اینا سر کار دارن، با دانش سر کار دارن، با خانواده این 16 میلیون سر کار دارن. این معلمان نمیتونن بدون دغدغه برن سر کلاس. اولا معیشت خودشون در خطره و مجبورن کار دیگه ای بکنن به غیر از معلمی. دوم اینکه کلاس های درس بسیار ناامن هستش. دختران شیناباد ما یادمون نمیره و بارها باید اینو تکرار کرد. و همینطور ببینید مسائلی که خود حاکمیت با دستگیر کردن بهترین معلمان که تعدادشون بسیار زیاد هستش باعث شده که نمرات متوسط نمرات آزمون اینا 10 باشه به جای 20 و همینطور در حقیقت در کلاس‌های درس متراکم امکان پذیر نیست که بشه 40 نفر دانش آموز رو به طور واقعی به صورت علمی اینا رو تربیت کرد. پس دیگه اینا میگم اینا دنبال این هستن که میگه مدارس ابتدایی ما باید برای امام زمان کودکان رو تربیت کنن. امروز اظهارات نداره و به خاطر همین اکثر معلمان رو عصبانی کرد. بله، متشکرم از توضیحات شما. ستار رحمانی، فعال کارگری لندن.